واکسن تقویتی تا اینجا دقیقا چه اطلاعاتی درباره دوزهای سوم واکسن به دست آوردیم آیا ایمنو مؤثرن چه کسایی به اونا نیاز دارن و اینکه آیا در این مرحله از همه گیری مردم باید دنبال واکسن تقویتی باشن سلام به این قسمت از علم در پنج دقیقه خوش اومدین من ویسمیتا گوپتا اسمیتم و امروز با دکتر کاترین اوبرایان صحبت میکنیم خوش اومدی کاترین بیا با واکسن تقویتی و اینکه چقدر درباره اون میدونیم شروع کنیم خب فکر می کنم اول باید منظورمون از واکسن تقویتی مشخص کنیم. چیزی که الان می راجبش صحبت کنیم اینه که آیا زمانی که دو دوز واکسن زده شده نیاز به تزریق دوز سوم هست یا نه. در واقع سه تا دلیل محکم وجود داره که بخوایم دوز سومو تزریق کنیم. دلیل اول عدم پاسخ ایمنی بدن بدنتونه اگر شما جزو گروهی هستین که بعد از زدن دو تا دوز ایمنی لازم و کسب نکردین شواهدی داریم که نشون میده در افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیفی هستن زدن دوز سوم میتونه ضروری باشه چون اثری که دو تا دوز اول در افراد عادی و سالم میذاره در این افراد ایجاد نمیشه دلیل دوم برای زدن دوز سوم زمانیه که ایمنی کسب شده از طریق زدن دو دوز واکسن به مرور زمان کم میشه یا حتی ممکنه اثرش به طور کامل از بین بره در واقع شواهدی که اخیرا به دست اومده نشون میده که واکسنا توانایی جلوگیری از بیماری های شدید بستری شدن در بیمارستان و حتی مرگومی رو دارن بنابراین مدرک و دلیل محکمی برای تزریق دوز سوم واکسن برای افرادی که دو دوز زدن وجود نداره دلیل سومی که ممکنه دوز سوم تزریق بشه اینه که ممکنه واکسن در برابر برخی از سویه های نگران کنند که ایجاد شدن عملکرد ضعیف یا ناکافی داشته باشه دوباره تاکید میکنم که واکسن های موجود علیه سوی های فعلی که ما از نزدیک زیر نظرشون داریم با قدرت در برابر طیف شدید بیماری مقاومت میکنن در کل واکسن ها عملکرد خیلی خوبی دارن کیت در چه حالتی ممکنه گروه های خاص به زدن دوز تقویتی و سوم واکسن نیاز داشته باشند؟ در حال حاضر برخی شواهد نشون میدن که بخش کوچیکی از افراد که دارای ضعف شدید سیستم ایمنی بوده و همانند افراد عادی و سالم به دو دوز اول پاسخ نشون نمیدن به دوز سوم نیاز شدید پیدا میکنن اما این اقدام در واقع فقط برای ایجاد پاسخ اولیه در این افراد هستش چون اونها به اندازه کافی به دو دوز اول پاسخ ندادن ولی جدای از محافظ محافظتی که دوز تقویتی برای مردم فراهم میکنه ملاحظات دیگه هم باید در نظر گرفته بشه که آیا تزریق دوز سوم واقعا پاسخ ایمنی رو افزایش میده شواهد نشون میدن که بله و همینطور دانشمون از واکسن هم درستی این گزاره رو تایید میکنه اما نکته دیگه اینه که آیا این دوزها باید تزریق بشن همونطور که اشاره کردم شواهد برای این ادعا کافی نیست ما مدرک محکمی برای نیاز به تجویز دوز تقویتی واکسن برای مردمی که دو دوزو زدن در اختیار نداریم. و نکته سوم بحث ایمنیه تجویز دوز سوم باید از منظر ایمنی مورد پایش قرار بگیره ما باید اطلاعات جامعی در زمینه ایمنی داشته باشیم تا بتونیم چنین توصیه بکنیم این اطلاعات در حال جمع اما هنوز کامل نشده ولی هنوز جواب این سوالو نگرفتیم که آیا در این مرحله از همگیری دنیا باید دنبال دوز تقویتی باشه خب در حال حاضر در شرایطی هستیم که همونطوری که گفتم شواهد نشون میدن تاثیر مناسب واکسن های موجود در برابر بیماری شدید بستری شدن و خب مرگه و در واقع هدف اصلی واکسن هم همینه موضوع دیگه ای که مشاهده میشه وضعیت بیعدالتی در نحوه تزریق دوز اول و دوم واکسن برای ایجاد محافظت در برابر بیماری های بسیار شدید در کشورهایی با درآمد کم و یا متوسط رو به پایینه به طوری که در بعضی از این کشورها تنها یک، دو و یا پنج درصد جمعیت واکسینه شدن و این با حجم بالای واکسن ارسالی به کشورها های با درآمد بالا و متوسط رو به بالا غیر قابل قیاسه پس تمرکز برای تامین واکسن باید برای حفاظت از افرادی باشه که هنوز توسط واکسن ها ایمن نشدن این کار انتقال بیماری و کاهش میده و از احتمال پدید اومدن سویه های بیشتر کم میکنه و به ما زمان میده تا شواهد بیشتری در مورد ضرورت یا عدم ضرورت دوزای تقویتی مشاهده کنیم تا زمانی که همه امکان واکسن و نداشته باشن تا در مقابل ویروس محافظت بشن هیچ کس در امان نیست و معنی واقعی این رسوندن دوزهای واکسن به مناطقی از دنیاست که تا کنون واکسن کافی دریافت نکردن همزمان با این کار اقدامات لازم برای کاهش انتقال ویروس باید ادامه پیدا بکنه که شامل ماسک زدن، شستن دست، ها جمع نشدن در محیط های شلوغ سربسته و حضور در محیط با تهویه مناسبه که این کارها یعنی تمامی این اقدامات در کنار واکسن شما را از بیماری و انتقال ویروس محافظت می کنن. در حال حاضر تمرکز روی اینه و همین باعث تموم شدن همه گیری میشه. ممنونم. ام کیت این بود علم در پنج دقیقه امروز تا نوبتی دیگر سلامت ایمن و به علم پایبند باشید